شلون <applause> بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علیه و صحبه و من بلا هزاران سلام و هزاران درود بر همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و از یاران و عاشقان مکتب رسالت عزیزان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه میشیم با یک مبحث جدید مبحث و یک درس جدیدی رو از پیامبر میگیریم که چطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افرادشون رو آماده میکردن تا افراد شایسته باشند و کارایی خوبی داشته باشند برای مدیریت های خرد و کلان جامعه شایستگی و شایست سالاری درد بسیار بزرگی هست که متاسفانه در جوامع ما به خاطر عدم مراعات شایسته سالاری ما با این رکود و این عقب نشینی و عقب ماندگی دچار هستیم افراد شایسته افرادی که بتونند با مهارت ها و عقل و درایت و تجربیاتی که دارن در کوتاهترین مدت بتونند بیشترین بازدهی رو برای اون مؤسسه و اون دولت یا اون مکتبی که براش در اونجا گماشته شدن به دست بیارن این باعث یک رشد و تعالی در جامعه و یک نوع پیشرفت در جامعه میشه برای کسب این لیاقت و این شایستگی نیاز هست که افراد ساخته بشن پرورش داده بشن تا بتونن جامعه رو چرخ جامعه رو به سوی جلو ببرن متاسفانه چون که در جوامع ما نه اصلا به بحث شایسته سالگری اصلا مطرح هست و جوامع ما بیشتر با خیشاوند سالاری مدیریت میشن اگر شما در کشورهای ما نگاه کنید میبینید که بله همه افرادی که در سطوح مختلف مدیریت کلان جامعه قرار دارند یک لینک خیشاوندی ازدواج ها پسر خاله پسر عمن بودن ها اینها رو به هم رب داده میبینید که تمام مقدرات و دارایی ها و ثروت های ملی در دست چند نفر یا چند خانواده قرار داره و دارند حیف و میل می کنند و 80 میلیون ملت ایران دارند از گرسنگی و بدبختی مینالند نالند چهل میلیون افغان آواره روزگار هستند و هیچ هیچ از امکانات خودشون از زمین خودشون از معادن خودشون هیچ بهره رو نمیتونن ببرند 8 میلیون تاجیکی در تاجیکستان و در خارج از تاجیکستان در پی لقمنانی می گردند در حالی که کشورشون و زمینشون پر از معادن پر از خیرات هست و جعل فیها اقواتها خداوند متعال در هر سرزمینی برای همون افرادی که در اونجا هستند خیرات و روزی اونها رو گذاشته اما برخی از افراد چپاولگر بر مبنای به سلاخی سالاری اومدند و جامعه رو به چپاول میبرند یا در مواردی میبینیم که در کنار خیشاوند سالاری قبیل گرایی حزب سالاری، زن سالاری، مرد سالاری و در بعد سیاسیش هم انتصابات سیاسی هست و به این صورت کشورها داغون شدن همون مقوله زیبای سیدنا عمر رضی الله عنه هست که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می که وقتی که در بین جامعه افراد ای هستند و شما به عنوان مدیر جامعه میایید اون افراد شایسته رو کنار میزنید و افرادی رو بر معیارهای های خیشاوند سالاری بر معیارهای های غیر از شایسته سالاری میاری و اون مسئولیت ها رو میدی در واقع شما با این کارتون به خدا و پیامبرش و جامعه خیانت کردید این خیانتی است به الله که قوانینی گذاشته برای مدیریت جامعه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و که معیارهای شایسته سالاری رو درست به ما تلقین کرده و به همه جامعه و همه مؤمنانی که نیاز دارن جامعهشون هر کسی هر مهره ای در جای خودش باشه هر سنگی در جای خودش سنگینیشو داشته باشه و هرچه هم در نردوان قدرت و ثروت بالاتر و بالاتر میریم میبینیم که در اونجا انسانهای های نابکار و نالایقی قرار گرفتند و فرصتهای بسیار بزرگی برای راندخاری برای اینها وجود داره الان شما وقتی که حرف از اختلاس های نجومی در کشورهای ما میشنوید و میشنوید که در افرادی که در رده های مختلف مدیریتی جامعه ما قرار دارند در کشورهای اروپایی و غیر اروپایی حساب های میلیارد دلاری دارند خب میفهمید که اینها چطور تونستند این مبالغ هنگفت رو از لقمه به از دست مردم و از دهن افراد فقیر جامعه خود ما بگیرند و بدوزند و بذارند در کشورهایی که به اینها فکر میکنند آینده اینها در اونجاست و فرزندانشون رو به اونجا میفرستند بر... می برای تحصیلات زندگی کاخ و کاشانهشون رو در اونجا آباد میکنند و نمیدونند که اینها در واقع دارند ملت خودشون رو میچاپند تا ملت های دیگه رو بدهند یعنی این پولی که هم چاپیدند و در بانک های دیگران هم کردند و اونجا حساب هاشون ورم زده این پول در واقع در اختیار اینها نیست در واقع در خدمت اون کشورهای استعمارگر و چپاولگری هست که از پشت اینها رو دعم میکنند و میخوان که همچنین انسان های نابکاری در مسند قدرت قرار داشته باشند فرایندهایی هایی که ما نیاز داریم برای اینی که یک جامعه شایسته سالار داشته باشیم اینی که اصلا جامعه و مدیریت جامعه در پی شایسته باشه یعنی یک نوع شایسته خواهی باشه که اینها در پی رسیدن به افراد شایسته هستند افراد شایسته در کل جامعه وجود دارند یعنی یک حرکتی برای شایسته شناسی باشیم نه اینی که فقط اون افرادی که در مرکز و در دید قرار دارند اونها به عنوان افراد شایسته قرار به مشخص بشن وقتی که شما میبینید در یک کشوری 80 میلیونی یا 40 میلیونی وقتی که یک افرادی در رأس حرم قدرت قرار دارند و یک کسی به عنوان وزیر اقتصاد مشخص میشه در کل این جامعه در شهرهای مختلف این جامعه افرادی هستند که این وزیر اقتصاد لیاقت این رو نداره که در مجلس درس اقتصاد اون افراد بشینه اون افراد وقتی که میبینن که کل محوریت اقتصاد چرخ اقتصاد جامعه داره به باطلاق ویرانی میره, می یا چرخ یا مثلا فرهنگی ها میبینن چرخ فرهنگ جامعه به سوی ناکجا آباد میره و جامعه داره نفله میشه چه از نظر بعد فرهنگی اقتصادی آموزشی بهداشتی اما اینها با وجودی که افراد شایستی هستن گم هستن چرا گم هست چون که در مرکز نیست در دید نیست در پای تخت نیست در یک بوشه از کشور هست و کسی هم بهش فضای رشد نمیده و حرفش هم برای کسی خریدار نداره و بسیار داغون میشه در این کشورها چون که روحیه شایست شناسی و شایست خواهی نیست در نتیجه ما نمیتونیم از اون شایست هایی که داریم افراد و توانمندی هایی که در جامعه داریم نمیتونیم استفاده بکنیم و در این حال چون که سیستم یک سیستم فاسد و یک سیستم منحل هست در پی شایسته پروری هم نیستیم چون که فضای جامعه اجازه رشد به مغزهای و مفکران جامعه رو نمیده شما هر چند گاه میشنوید که مغزهایی از کشورهای ما فرار میکنند و میرند به کشورهایی که در اونجا فضا میدند کشورهای شایسته خواه کشورهایی که افراد شایسته رو دنبالش هستند یعنی افراد رو ما تربیت میکنیم در کشورهای ما هزینه میشه این ساخته میشه اما فضایی به برای رشد نداره در نتیجه میره و در کشورهای دیگر اونجا به صلاح خدماتش رو تقدیم میکنه زحمت رو ما کشیدیم فرد رو ما بار, آورد... بار آوردیم اما چون که در سیستم ما یک سیستم فاسد و یک سیستم نابکار هست میبینیم که چطور این افراد شایستی که باید به ملت خودشون کمک بکنند و در ساختار ملت خودشون نقشی رو داشته باشند می از کشورها رانده میشند مفکوره یه فرار مغزها یک چیز بسیار عادی و نقل مجلس ها شده در کشورهای ما همه اینها به خاطر اینی هست که اون مرامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما گذاشته در شناخت توانمندی ها و افراد شایسته و هر شایسته ای هم در چه موردی به حتی در به فضاهای تربیتی جامعه ما و حتی در فضاهای کاری شما میبینید که اصلا یک ریتمی رو ما داریم پیش میریم که بسیار اشتباه است حتی در سیستم آموزشی خودمون شما تصور بکنید که در سیستم آموزشی ما ما چه کار میکنیم؟ یک چون کلن سیستم اشتباه است یک گروهی در مسند قدرت قرار گرفتند و یک شخصی به نام مثلا وزیر آموزش پرورش انتخاب میشه و این هم چهار نفر خیشاوندای دم دستش رو به میاره سر کار و یک نظام آموزشی میگذارند که هیچ ارزشی نداره یعنی شما میایید مثلا تصور کنید که در یک جنگل میخواهید که یک مسابقه مثلا دوندگی بذارید و دو میدانی برای این مسابقه دو میدانی اعلام میکنید همه حیوانات میان فیل هم هست آهو هم هست لاکپشت هم هست خرگوش هم هست پرنده و چرنده و همه اومدن و یک امتحانی شو برای همه میذارید خب این به شیوه ماست که به اصطلاح همه افراد جامعه با تمانمندی های مختلف با استعداد های مختلف وقتی که فیل نمیتونه از آهو جلو بزنه در این مسابقه به معنای این نیست که فیل به اصطلاح ناکارآمد هست و باید از صحنه چی حذف بشه نه کارآمدی فیل در جای خودش هست و آهو در جای خودش باها داره و انجاب در جای خودش باها داره و خرگوش در جای خودش قابلیتش هست پس هر قابلیت رو در جای خودش بسازیم. وقتی که ما میاییم فیل رو در جای آهو میذاریم آهو رو در جای فیل میذاریم گرب رو در جای شیر میذاریم و شیر رو در جای مثلا لاک پشت خب نتیجه همین میشه که ما در کشورهای خودمون داریم یک شکست و یک سردرگمی عجیب بیایید ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و در آخرین لحظات حیات مبارکشون که بعد از اون به رفیق علا پیوستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و یک ارتشی رو آماده کردند برای گوشمالی دادن به اروپایی‌ها اروپایی ها یا همون بیزنتی ها و رومی ها این رومی هایی که همیشه مصدر یک امپراتوری دارند در اون زمان و به بحران هایی رو در منطقه ایجاد کردند باید اینها بدونند که اینجا یک دولتی هست که میتونه جواب مشت رو با مشت بده پیامبر اکرم صلی الله علیه و یک لشکری رو آماده کردن و برای مدیریت این لشکر سپه سالار این لشکر رو یک جوون 17 ساله‌ای به نام اسامه ابن زید انتخاب کردن یعنی در لشکری که در اون قعقاها سعد ابن ابی وقاصها و امر ابن ال... ها خالد ابن ولید ها و غیره قرار دارند یعنی شخصیت های که کارایی بسیار خوبی رو داشتند و تجارب بسیار خوبی رو داشتن الان پیامبر برای رهبریت و سپه سالاری این لشکر یک جوون 17 ساله ای به نام اسامه ابن زید رو انتخاب میکنه شخصیت اسامه رو بیایم نگاه کنیم اسامه یک جوونی هست سیاه چرده سیاه سیاه هست مادرش از حبشه بود زید پدرش قدیما بهش میگفتن زید ابن محمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و رو پرورش داد یک بسلا بچه ای بود که در خانه پیامبر وارد شد و پیامبر اون رو به فرزندی گرفت تا اینی که خداوند متعال قضیه تبنی یا فرزندی رو الغا کرد و بعد از اون اسمش شد زید بن حارسه یعنی دست پرورده خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست و پیامبر از ایشون و استعدادهای بسیار ویژه ای داشت زید و در مورد مدیریت ارتش یک شخص شایسته بود هیچ وقت پیامبر هیچ ارتشی رو جای نفرستاد هیچ لشکری رو به جای گسیل نداشت که در اون زید بود مگر اینکه زید سر لشکر اون سپاه بود این توانمندی زید ابن حارسه بود اما زید از باب اجتماعی جامعه به ایشون به صورت یک به یک طبقه پستر نگاه می کرد چون که به صورت یک غلام آزاد شده بود خب یه غلام آزاد شده بیاد برای یک کسایی که خودشون رو سران قریش دیروز میدونستند و جایگاهی داشتند در قبایل خودشون یک زاممت هایی دارند در خانواده ها و کد خدا ها هستند بر اینها بیاد به صلاح سپه و رئیس اینها بشه در یک لشکر براشون خیلی سخت بود اینها اعتراضات کردند و در اون روزها پیامبر اکرم صلی الله علیه و به هیچ توجهی به اعتراضهای اینها نکرد الان پسر همون شخص حالا اون شخص خودش شکلش مثلا گندمی بود اینقدر سیاه نبود الان این پسره که سیاه سیاه و جی البته در کنار این خیلی شوختب بود اسامه خیلی پسر شوختب و شیطنت مزاجی بود خیلی مثلا شلوغ بود و حرکت زیادی داشت این حرکت و تلاشی که داشت بیانگر چی بود؟ بیانگر اون قدرت و تمانمندی هایی که در اسامه بود و یک زیرکی بسیار ویژه ای داشت و یک شجاعت و دلیری بیمانند یک نوجوان 17 ساله یا جوان 17 ساله شجاع و دلیر و بیباک و جسور و پرحرکت و در این حال خوشتب و خوشمزاج و در این حال سیاه سیاه و بچه یک غلام آزاد شده این تصوری که به سلام بچه غلام آزاد شده خیلی رو آزار میداد و این شکل و شمایلی هم که از زید میدیدن اما پیامبر خیلی دوستش داشت پیامبر خیلی ایشون رو دوست داشت چون که زید پدر ایشون رو دوست داشت و ایشون رو دوست داشت اصلا به زید میگفتن حب ابن حب رسول الله عزیز بچه عزیز پیامبر جگر بچه جگر پیامبر اینقدر پیش پیامبر عزیز بود خود وقتی هم پیامبر بود در کوچکی که به زید اسامه در خونه پیامبر بزرگ میشد و در کنار پیامبر در خونه زید بزرگ میشد پیامبر میگرفتشون میبوسیدونشون روی مثلا تو بغلشون روی پای راستشون میگذاشت بعد از اون بر حسن میومد نوه پیامبر ایشون رو هم میگرفت روی پای چپشون میگذاشت اینها رو با هم بغل میکرد دوستشون داشت این شخص در ز... در زیر مثلا در خونه یک مدیر جسور و یک شخصیت والا مثل زید ابن حارسه پدرشون پرورش یافتن پدرشون هم که جام شهادت سر کشید در معته و ایشون مون و الان پیامبر اکرم صلی الله علیه و ایشون رو به عنوان سردشکر سپاه انتخاب میگه در این پیام های زیادی هست پیامی که پیامبر میخواد برسونه به جوون ها و نوجوون های امت که مدیریت جامعه و رشد جامعه مرهون به زحمت های شما نوجوانها هست افراد همه افراد توانمندی که در سپاه هستند در واقع جزء هیئت مشاورتی اسامه قرار دارند. یعنی اونها ترد نشدن اونها به هاشیه نرفتن اما اونها به هر حال رأیشون مهم هست اقل علم و حکمت و تجربهشون مهم هست جسوریتی که اسامه داره اونها ندارن چابکی که اسامه داره اونها ندارن این خوشتبعی و مزاج باز اسامه اونها ندارن و اینها همه به صلاح هایی هست که یک رهبر یا یک سپه سالار یک ارتشی که برای همچنین به معموریت سخت و تاریخ سازی میره اینها لازمه هست خب و جوونی هست جسور هست و از چیزی باکی نداره بی باک هست همه اینها چیزهایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و مد نظر داشتند و ایشون رو انتخاب کردند به عنوان سپه سالار این لشکر اما افرادی که اونجا بودند خب این براشون سنگین تموم شد که با وجود افراد مثل ابو ها و عمرها با وجود افرادی مثل قعقاها و سعد ابن عبی و ها مثل خالدها و افراد که مثل عمر ابن ها چطور پیانبر سعد بن اسامت ابن زید رو که به عمر بچه ها و نمه های اونهاست رو به سپه انتخاب میکن اینجا یک اعتراضی هست این اعتراض به پیامبر اکرم صلی الله علیه و میرسه خب یک اعتراض عمومی است و پیامبر ایشون این جواب میده میان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اعلام میکنم که به افراد جمع میشن ان بعض الناس میفرمایند ان بعض الناس یطعنون فی اماره اسامه ابن زید برخی از افراد در رهبریت و سپهسالاری که من تهیه برای گوشمالی رومیان در اینی که سپه سالار ارتش اسامت ابن زید باشه دارن شبه پراکنی میکنند و اعتراض دارن یعنی پیامبر اومدن اول این مشکلی که هست این بحرانی که در ازهان هست این رو اومدن وصفش کردن رکش رک و با سراحت بیان کردن که مشکلی وجود داره و مشکل این هست ولقد طعنوا في اماره ابيه من قبل قبل از این در رهبریت پدرش به اینها شک داشتند اینها شبه پراکنی میکردن اعتراضات داشتن همونطوری که الان اعتراض این اعتراض اینه یعنی قضیه چی هست قضیه یک مشکل فکری هست اینها تو مخشون این هست که آقا این پدرش مثلا وقتی اعتراض کردن اعتراض روی این بود که مثلا این یک غلام آزاد شده است. یعنی از طیف اجتماعی پایین تر اون رو میدیدند. در حالی که اسلام اومد و این طبقه بندی اجتماعی رو به هم ریخت و گفت نه همه با هم برادری و همه مساوی هستید کسی بر کسی دیگه برتری نداره و همه تو بچه های آدم و هوا هستید دیگه چه میخواید خب الان اومدن همون مشکل رو به, سلام ف... به سلام مطرح میکنن در واقع اینها مشکل شخصیتی با اسامه ندارن مشکلی با اسامه نیست مشکل مشکل فکری هست این تحلیل پیامبر الان این مشکل رو تحلیل میکنن بستش میدن و میفرمایند که و این کان ابوه لخلیقا بالاماره و ان اسامه لخلیق بها پدرش همه دیدید و ثابت شد که پدرش شایسته بود برای اون مأموریت و هایی که من بهش واگذار کرده بودم و اسامه هم شایسته هست یعنی پیامبر میان به صورت منطقی قضیه رو براشون شهر میدن شما باید اعتراض داشتید روی قضیه پدریشون و ثابت شد که اعتراض های شما بیجا بود و پدرش اون به بسرا لیاقت و شخصی از که برای معمولیت هایی که بهش واگذار شد بهترین لیاقت و شایستگی رو نشون داد و اسامه هم چنین هست و انه لا احب الناس الی بعد ابیه و این بعد از پدرش عزیز از عزیزترین افراد پیش من هست من دوستش دارم از عزیزترین افراد پیش من هست و این هم به خاطر اینی که من دوستش دارم این را انتخاب نکردم اینجا پیامبر میاد میگه یعنی برخی از افراد تو ذهنشون هست چون که پیامبر ایشون رو دوست داره رهبریت رو بهش داده پیامبر این رو اصلاح میکنه بله من دوستش دارم پدرش رو هم دوست داشتم از عزیزترین افراد پیش من هستند از محبوبترین افراد پیش من هستند اما به این معیار انتخاب من نیست من آره انتخاب من شایستگی این فرد هست همونطوری که پدر شایسته بود و اینی لارجو ان یکون من صالحی کن و من امید دارم و چشمانداز من دور اندیشی من این هست که ایشون از بهترین های شما خواهد بود و از بهترین های شماست فستا و صوبیهی خیرا وسیعت و سفارش من این هست که با ایشون رفتار خوبی داشته باشید حرف شنوی داشته باشید و تابع فرمانشون باشید یعنی پیامبر کل موضوع رو اومدن بس دادن و همه رو قانع کردن که به عمر کمش نگاه نکنید به نمیدونم سیاهی چهرش نگاه نکنید به مثلا این چیزایی که تو ذهنتون هست رو بذارید کنار خب ایشون شایستگی دارن و بر معیارهای شایستگی که پیامبر در ایشون دیدن انتخاب کردن شایسته سالاری خب یک معیارهایی میخواد یکی مثلا عقل و دنایتی که از معیارهای شایستگی هست مهارت هایی که فرد میتونه داشته باشه از معیارهایی هست که برای یک شایسته سالاری مهم هست که در ذهن افراد باشه علم و دانش مهم هست خب اینها در واقع اون سیمای ظاهری شایستگی سالاری هست یک سیمای پنهانی هم شایستگی شایسته بودن داره یعنی در عین حالی که اقل و درایت و مها... علم مهم هست مهارت مهم هست سلوکیات رفتار شخصیتی این فرد مهم هست در این حال اعتماد به نفس خیلی مهم هست دوراندیشی خیلی مهم هست توازن این فرد توازن شخصیتیش از با احتمام به غذای روحش غذای جسمش غذای عقلش همه اینها به صورت توازنی در فرد باشه مهم هست قدرت تصمیم گیری بالا خیلی مهم هست انگیزه های دینی و انگیزه های شخصی و معنوی و در این ف... که در نظر نمیاد اینها خیلی مهم هست اینها رو کی میتونه تشخیص بده اون کسی که با اون شخصیت خیلی از نزدیک هست استادش هست دوست عزیزش هست باش زیاد تجارب زندگی داشته در کنار اون پرورده شده این به صلاح توانمندی های پنهانی که یک شایسته سالاری نیاز داره یک شایسته فرد شایسته و توانمند با شناخته میشه اونها رو میشناسه پیامبر اینها رو میشناسه توانمندی ها و مهارت های زید هم که در بسیار جلو روی چشم همه هست خب پس اینی که عمرش کم هست یا مثلا از ذهن بیمار افرادی که فکر میکنند که از بعد اجتماعیش به صرف پایین تر هست اینها رو پیامبر اینجا قانع کرد تصحیح کرد همه اینها درست شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و وفات کردن و این ارتش هنوز در اطراف مدینه هست و نرفته که پیامبر از این دنیا رهلت کرده. خب و اینجا چه باید کرد؟ مسلمون ها در خب جامعه یک جامعه ای هست که پیامبر ساخته, ساخته است الان درس اول در امتحانی که الان پیامبر از این دنیا رفته چه هست؟ مدیریت جامعه تا این سیادت و قدرتی که پیامبر ایجاد کردن و این دولتی که ایجاد کردن از هم نپاشه فورا صحابه جمع شدند اجتماع مثلا یک جلسه فوری اجرا شد و به سرعت شایسته ترین فردی که در بین خودشون دیدن ابو بکر صدیق رو به عنوان مدیر جامعه و جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انتخاب کردند خب با وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم افرادی که تازه مسلمون شده بودند و بعد از فتح مکه بعد از حنین بعد از اینی که قدرت اسلام در همه جا اومد خیلی ها مسلمون شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینی که دیگه قدرت برتر الان اسلام هست در سایه اسلام اینها میتونن وجود داشته باشند. به خاطر منافع و مسائل شخصی و قبایلی خودشون مسلمون شدن اینها الان پیامبر رفت فکر میکردند که اینجا فقط کاریزما شخصیتی پیامبر حکومت میکنه اگر پیامبر رفت یعنی اینی که این دولت از پا رفت قدرت پیامبر رفت دیگه هیچ به صلاح امکان قدرت این دولت نیست اینها از اسلام بریدند و شورش کردند و خواستند که الان وقت این هست که ضربه بزنند اونهایی که حقد و کینه ای داشتند اونهایی که زحامت هایی رو از دست داده بودند یک بحرانی در اینجا شروع شد منطقه بسیار بحرانی شد مدینه در تیررس دشمن قرار گرفت خیلی وضع پریشان شد اما پیامبر در آخرین لحظاتی که از این دنیا می رفتند می فرمودن انفذو بعث اسامه لشکر اسامه رو بفرستید به معموریت خودش نگذاریدش بمونه ابو بکر صدیق اولین کاری که کرد لشکر اسامه رو گسیل داشت به هدفی که برایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و مشخص کرده بود همه اومدند که یا امیرالمؤمنین چرا این چی رو کاری بکنی این ارتش ماست الان شهر ما در مخاطره هست ما خطرهایی ما رو تهدید میکنه. بذار که ما این خطرها رو خاموش کنیم، این فتنه‌ها خاموش بشه، بعد از اون اسامه به مسیری که رسول الله مشخص شده میره. حضرت ابوبکر گفتن نه. اون پرچمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و به دست خودشون دست اسامه دادن و یک ارتش رو تعیین کردن، هرگز من اون پرچم رو برنمی‌گردونم. این ارتش باید بره حتی اگر گرگ ها اومدن و ما رو تکه پاره کردن این دستور پیامبر هست که باید اجرا بشه این سرامت و جدیت و شجاعت ابوبکر صدیق خب ابوبکر هم دست پرورده مکتب رسالت هست و دست راست وزیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و شخصیتی است که پیامبر ساخته است از ابوبکر از این هم هیچ انتظاری نیست ابوبکر فورا ارتش رو فرستادن و ارتش رفت و موفقیتی رو به دست آورد پیروزمندانه و سالم برگشت و در واقع همون چیزی که خیلی ها نمی فهمیدند و پیامبر در نظر داشت این بود که بعد از پیامبر اگر فتنه هایی در منطقه صورت میگیره توانمندی هایی که دولت در خودش داره میتونه این فتنه های داخلی رو سرکوب کنه و خاموش کنه اما اگر به ام رومی ها که با اونها ما در تبوک با اونها در افتادیم در معته در افتادیم اگر اونها به به طرف مدینه حمله کنند که اون دیگه یا سرزمین ها اسلام رو تصرف بکنند اون دیگه توانمندی بسیار بزرگی میخواد وقتی که این لشکر اسامه به اون مرزها رسید خود امپراتوری روم موندن که اینها چه انسان هایی هستند رهبرشون وفات کرده در روزهایی که رهبرشون وفات کرده اینها با یک ارتش به این گستردگی دارن به مرزهای ما می حمله میکنند یعنی چی یعنی اون مؤسسه سیاسی اینها از استحکام بسیار قوی برخوردار هست هیچ مشکلی به وجود نیومده وقتی که رهبر وفات کرده هیچ خللی در سیستم سیاسی و در اون مؤسسه سیاسی ایجاد نشده قدرت همچنان برپاس اینها نیروی کامل دارند قدرت کامل دارند و تونستن در همچنین حالتی که عموما پایتخت ها دچار بحران میشه عموما انشقاقاتی در داخل رهبریت به وجود میاد عموما کودتاها میشه در همچنین حالتی اینها تونستن یک ارتشی رو بفرستند یعنی چی یعنی اون که اون بود اقتصاد سیاسی اینها مؤسسه سیاسی اینها یک مؤسسه بسیار قوی است که با رفتن پیامبر از این دنیا هیچ گونه تخلخلی هیچ گونه زلزله ای در اون ایجاد نشده و پیامبر اون ساختاری که داشته یک ساختار بسیار متینی هست و اینجا بود که دیگه فکر هجوم به مرزهای اسلامی از سر امپراتوری روم برداشته شد و پرید در اونجا خب ابوبکر بود که قضیه رو جمع کرد و تونست با افرادی که شورش کردند و کودتاچی ها مسلمه ها کذاب ها و اینها برخورد بکنه و همه اینها رو سرکوب کنه و منطقه بار دیگر در کوتاه مدت ابو همش دو سال بعد از پیامبر بودن تونستند به همه منطقه رو هم دست بکنند این قضیه اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور اسامه رو ساختند الان بیایم ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و در ساختار شخصیتی اسامه که اسامه بیاد همچنین شخصیتی باشه در همچنین عمر کم ببینید پیامبر چه راهکارهایی رو اجرا کرده بود یکی از حوادثی که در زندگی اسامه اتفاق میفته اسامه 17 سالش هست و عموما پیامبر زیر 15 سال رو برای جنگ در هیچ جایی نمی بردن اجازه نمی دادن زیر 15 سال به مشارکت داشته باشن مگر اینی که یک ویژگی های خاصی داشته باشند. از نظر شکل و شمایل و از نظر قدرت جسمانی قدرتمند و پهلوان باشند و از نظر تیراندازی در به صلاح شمشیرزنی مهارت ویژه داشته باشن اسامه از همین قبیل افراد بود و از نظر جسوری و پهلوانی خیلی خوب بود و در یکی از جنگ هایی که اسامه داشتن اسامه به یکی از دشمن، افراد دشمن میرسند افراد دشمنی که شمشیرش رنگین هست به خون مسلمون ها و وقتی که اسامه ایشون رو شکست میدن و شمشیر بالای سرش میاد اون طرف میگه اشهد الله اله الا الله اما دیگه شمشیر اسامه میاد و اون رو دو نصفش میکن این فرد گفت لا اله الا الله اسلام آورد اما کجا اسلام آورد زیر تیغ بران شمشیر کی هست یک انسان مسالم نیست یک انسانی هست که در صحنه نبرد در جنگ هست خب میاد این خبر به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و رسیده میشه که همچنین حالتی اتفاق افتاد پیامبر اکرم صلی الله علیه عصب و عصبانی میشن با... عصب و با عصبانیت به اسامه میگن یا اسامه من لک بلا اله الا الله اسامه در روز قیامت کی میتونه تو رو از این لا اله الا اللهی که این فرد گفت نجات بده یعنی تو اومدی یک فردی رو که ایمان آورد کشتی در همچنین حالتی اسامه میگه یا رسول الله این فرد لا اله الا الله گفت وقتی که شمشیر من بالای سرش بود این از ترس میخواست منو گول بزنه لا اله الا الله گفت این ایمان ایمان دروغین بود بر فرمودن اشققت صدا تو مگه قلبش رو باز کردی تو قلبش دیدی که این از راه دروغ میگه یا میخواد تو رو گول بزنه یا واقعیت داره به در این لحظه فهمید که به اسلام حق هست و هیچ کسی اون رو نمیتونه نجات بده مگر الله و اسلام امور و این پیامبر با عصبانیت پیامبر روی کی عصبانی است روی کسی که حکم نوه پیامبر رو داره عزیز پیامبر هست در آغوش پیامبر بزرگ شده پیامبر دوستش داره و با شدت پیامبر بهشون میگه من لکبیلا اله الا و تایی تکرار میکنه که روز قیامت چه کار خواهی کرد که این فرد بیاد بگه که من لا اله الا الله گفتم مسلمون شدم و اسامه رو کشت اسامه الان یک جوونه شاید 15 16 سال بیشتر هم نداره که همچنین حادثه ای صورت گرفته این قد پیامبر با همین پت که من لکلا اله بلا اله الا الله به سر اسامه زد که اسامه خیلی ناراحت شد و خیلیش فهمید که یک جنایت بسیار بزرگی انجام داده خود اسامه میگه که در اون لحظات من آرزو میکردم که ای کاش من در همون لحظه مسلمون میشدم یعنی هر آنچه که از تاریخ اسلام من داشتم همه اون اجر و پاداش هم نمی بود اما در همچنین حالتی قرار نمی گرفتم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و چنین بر من عصبانی بشه و من احساس بکنم که خون یک انسان مسلمانی رو من ریختم یعنی پیامبر چکار کردن اینجا پیامبر بود و گلوی و رو گرفتن خوب تکونش دادن من لکبی لا اله الا الله تو وجدان و شخصیت اسامه احساس بکنه که خون چه قیمتی داره که هیچ وقت اسامه در فکرش نیاد که یک خون بیگناهی رو بریزه جنگ هست بله اما جنگ نباید باعث بشه که شما یک مسلمانی رو بکشید شما عزیز پیامبر هستید بله نور چشم پیامبر هستید بله پیامبر دوست داره بله حکم نوی پیامبر رو داری بله در آغوش پیامبر بزرگ شدی بله اما این حق رو نداری که خون به ناحق بریزی این حق رو نداری که حد و مرزهایی رو که داریم از اونها بگذریم یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارن شخصیت اسامه رو میسازن تاروپود شخصیت اسامه الان بافته میشه که میدونه که هیچ گاه شمشیرش نباید به ناحق ظلمی بکنه یا خونی رو به ناحق برسونه یعنی اون ورع و خدا ترسی و تقوا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و در کال بود اسامه با این حرکتشون نهادینه کردن و با این بازخواست شدیدشون از اسامه خب این یک صحنه ای بود که ما میبینیم که این شخص چطور ساخته شده چطور پیامبر شایسته پروری میکنن افراد رو میسازن در یک حادثه دیگه ای هم از اسامه هست که اینها بیانگر این هست که افراد رو پیامبر چطور می ساختن یک خانومی از قریشیان از بنی مخزوم یعنی از قبیله ابو جهل که به یکی از سرداران و سران قریش بودن یک خانومی از مسلمان ها دزدی کرده بود خب این از اشراف قوم هست اگر این در دادگاه اسلامی محاسبه بشه و حکم داده بشه مثلا که دستش قطع بشه دست دزد و محاسبه بشه خب این پیامدهای بدی شاید خواهد داشت خیلی آنها راحت میشن خیلی از بینی های مغرور شاید بالا بره خیلی پیامدهای بدی احتمالش هست خب چه بهترین حال چه هست؟ اینه که این حکم دادگاه از ایشون رفت بشه ایشون استثناء قرار داده بشن قانون الله برای شخصی استثناء قرار بده خب کی است که این حرف رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برسونه حالا بیایید بیریم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون بگیم که ایشون از اشراف قوم هستند و همچنین حالتی هست و اگر حکم الله بر ایشون اجرا بشه شاید یک کدورت هایی به وجود بیاد شاید و شاید ها اما کی همچنین جرعتی میتونه پیش حکم الله برای همه یکسان هست همه در مقابل قانون الله یکسان هستند کیه که همچنین جرعتی بکنه که بره همین حرف رو به پیامبر برسونه کسی چون این جرعتی نکرد گفتند که بیایید اسامه رو بفرستیم اسامه الان یک جوونه که نوجوون هست و پیش پیامبر بسیار عزیز هست پیامبر خیلی دوستش داره این نوجوان رو ما بفرستیم پیش پیامبر چون که پیامبر خیلی دوستش داره حرفش رو میشنوه شاید پیامبر یک راهکاری داد و این زنه رو ما تونستیم از اجرای حکم الهی مستثناش قرار بدیم و اگر همچنین نشد ما در صحنه نیستیم افرادی که میخوان این حرف رو به پیامبر برسونه و این یه نوجوانی هست پیامبر هم دیگه ازش در میگذره و زیاد بهش توجه نمی‌کنه. اسامه اومد و این حرف رو به پیامبر رسوند که همچنین خانمی هست همچنین موردی داره و مسئلهش به دادگاه کشیده شده الان حکم دادگاه این است که این دوز هست و دستش قطع بشه و این از سران هست و از قبیله و اشرافیان هست و یعنی این مثل بقیه نیست پیامبر اکرم صلی الله علیه داد کشیدند روی سر اسامه یا اسامه اتش فعو فی حد من حدودی الله اسامه تو رو چه شده اومدی در طلب شفاعت میکنی واسطه گری میکنی در حدی در قانونی از قوانین الهی در یک حکم دادگستری یعنی یک در, واقع پیانبر اکرم صلی الله علیه اسامه رو از زنین کندند و خوب لرزوندند که مرد پسر عقلت کجاست قوانین الهی برای همه هست اما پیانبر میدونند که این حرف اسامه نیست اسامه رو چرا به این چه به این زن این حرف افرادی از جامعه هست که دوچار یک مغلطه هستند یک اشتباهی تو کلشون هست که هنوز فکر میکنن در قوانین دادگستری و در قوانین الهی اشرافیانی وجود دارند طبقه, طبقه است قوانین برای اشرافیان و برای مدیران جامعه غیر هست قوانین برای خان و غیر هست و برای طبقه رعیت و مسکین جامعه قوانین دیگری هست این یک خطایی هست یک اشتباهی هست که در برخی از سرها هنوز وجود داره فورا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردم رو جمع کردن و چون که این یک اشتباه اجتماعی, اجتماعی است یک اجتماعی است که در ریشه در جامعه است در کله اسامه نیست باید این اصلاح بشه اومدن و مردم رو جمع کردند و بهشون گفتند که انما اهلک الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد و ایم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستیم. بله. اینجا اسامه این درس رو گرفت نه؟ تمام جامعه این درس رو باید میگرفتند و این درس به اونها داده شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلم فرمودند سبب هلاکت های قبل از شما این بود که جامعه رو طبقه بندی کرده بودند قوانین الهی رو برای برخی برای زیردستان برای فقیر فقراها گذاشته بودند اما سران و طبقه نوبلا و شرفای جامعه اونهایی که خودشون رو از دیگران برتر میدونند و فکر میکنند از دماغ فیل افتادند اونها دیگه قانون بالای قانون هستند اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و این اشتباهی که در ذهنها هست رو اصلاح کردن که اگر شما چنین کنید مثل ملت های پیش از شما هلاک میشید از بین میرید نیست و نابود میشید اونها جامعه رو طبقه بندی کردند افرادی بالای فراتر از قانون بودند افرادی زیر قانون بودند در نتیجه دچار به اصطلاح هلاکت شدند و جامعه شون از هم پاشید بفرمایید عزیز بفرمایید این همین افرادی هستند که به صلاح تعالیم دین و تعالیم شر و ارزش ها رو برایش هیچ بهایی قائل نیستند و هیچ ارزشی ندارند که در این جوامع هست که شما میبینید که اختلاص های چنین میشه بفرمایید عزیز بزرگوار در خدمت سلام بله این طبقه بندی جامعه جوامع بشری رو از بین میبره نفلش میکنه ویرانش میکنه ملت های پیش از شما از بین رفتن نیست و نابود شدن به خاطر چی؟ وقتی که یکی از شرفا یکی از طبقه اولیای جامعه به حرص به تعبیر خودشون دزدی میکرد اونو ولش میکردن چپا میکرد ولش میکردن اما اگر یه فقیری دزدی میکرد اون رو میگرفتن دقیقا همین صحنه هایی رو که الان شما در مثلا ایران شاهدش هستید یک نظام استبدادگر ولایت صفیح احمقانه که میبینید توی زندان ها پر است از کی؟ از یه فقیر بدبختی چی کار کرده؟ از دزدی کرده چرا دزدی کرده؟ گرسنه بوده کسی که از یه باقی دزدی کرده تو زندان هست کسی که از یه نونوایی دزدی کرده تو زندان هست کسی که از باب فقر و بدبختی و بیچارگی ز... به یک مرتکب یک اشتباهی شده زندان هست اما اونهایی که اختلاسات نجومی داشتن اونهایی که میلیاردها میلیارد دزدیدن اونها کجا هستن؟ اونها نماینده شهرن؟ اونها نمیدونم وزیرهای کشوری هستن؟ اونها هنوز در صده رده بالای جامعه قرار دارند و اختلاس همچنان میکنند و دزدی همچنان میکنند یا راه رو براشون باز کردن که برید آقا اروپا برید خارج و کارتون رو از اونجا ادامه بدید چرا چون پسرموی رهبر پسرخاله نمیدونم وزیر سر چی رئیس جمهور است و فلان و الان برای بله عزیز بزرگوار <applause> و وقتی که شما میخواید جامعه رو بیدار بکنید اینها اینجوری آتیش میگیرن اینهایی که دزدی اختلاس چپاول اینو مال باباشون میبینن دیگه کشور دست اینهاست دیگه به چاپ و به و, و, کشوری که مثلا شما تصور بکنید یک کشور مثل ایران با معادن و نفت و گاز و نیروهای کاری و بازوهای جوان و زمین حاصل خیز و نعمت های الهی که خداوند متعال داده الان میبایست یکی از مرفه ترین کشورهای جهانی میبود یکی از کشورهایی که به صلاح مردمش روی طلا را میرفتند الان میبینید که این کشور به چه خاک فلاکت افتاده؟ چرا؟ همین از قانون الله به در اومدن اختلاسگران و دزدان و چپاولگر و راهزنان مهار کشور رو به دست گرفتن و دزدی هم در دزدی هست دیگه و اگر هم یک دزدی دستگیر میشه و یکی آبروش میره یعنی اینقدر دزدی میکنه که تمام اون سیستمی که اون رو پوشش میده شکسته میشه و روی آب میاد اون وقتی که میبینید که رهبر دخالت میکنه که برای حفظ آبروی نظام بذارید آقا این هر غلطی درش میخواد بذارید بکنه آبروی نظام مهم هست یعنی چی یعنی به دروغ ساختن آبروی دروغین خودشون رو زدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودند که بله ملت های پیشین این سبب هلاکتشون بود که قانون فقط برای زیردستان بود قانون برای انسانهای مظلوم و بیچاره ای بود اما اونی که پول داره اونی که میتونه رشوه بده اونی که میتونه اختلاس بکنه اونی که نمیدونم واسطه داره اونی که اینا فراتر از قانون هستند شما الان میبینید افرادی از نیروی انتظامی میارند در بلوچستان 80 نفر رو در یک روز جلوی دوربین های موبایل های مردم در یک روز زدن کشتن هیچ آبی از آب از تکو نخورد قاتل کی بود هیچ چون واسطه داره دیگه در هر روز هر روز شما میبینید که در بلوچستان در کردستان در جای جاهای ایران افرادی کشته میشن توی خیابون توی روز روزشن افرادی کشته میشن بچه کوچیک کشته میشن از بچه های سه ساله گرفته تا بچه های نمیدونم هفت ساله و ده ساله کشته میشن کی کشت افرادی از بسیج هست و افرادی از سپاه پاسداران رو نمیدونم این کالتاق که اونجا هستند آدم کشها، ها راه زنا. خب چرا محاسبه نمیشن چون اینا فراتر از قانون بالا قانونه قانون, قانون مالی اینها نیست قانون مالی اون میبینید و در کلیپ ها هم میبینید که یک پیر زن بیچاره ای آورده مثلا نون پخته توی خونه آورده مثلا توی لب خیابون باز دست فروشی میکنه یک نمیدونم پیرمردی داره دست فروشی میکنه افرادی از نمیدونم نیروی روی شهرداری میان و همون نونهای این بند خدا رو میریزند میخورند میبرند میزننش بچه یه به اصطلاح دست فروش رو میزنند کتککاریش میکنند که چرا؟ که قانون اجازه نمیده که ایشون بیاد روی این توی راه صد معبر ایجاد بکنه و نمیدونم هزار یک بهانه براش درست میکنن و کتککاریش میکنن میزنن چرا؟ چون که قانون برای این ملت بدبخت گرسنه است برای اون دزدا نیست قانونی نیست اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قسم خوردن و ایم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع فیده سوگن به الله که قانون برای همه است حتی فاطمه فاطمه وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی شاهزاده پیامبر مسئول کل جامعه است رهبر کل جامعه است فاطمه هم دختر پیامبر عزیز پیامبر جگر گوشه پیامبر اگر فاطمه که این همه پیش من عزیز هست و دختر من هست دیگه از فاطمه برتر دیگه ب... کی هست یعنی از طبقه اجتماعی هم بگید دیگه ب... شاهزاده است اگر فاطمه هم دزدی بکنه قسم به الله که دستش رو میشکنه قانون برش اجرا میشه یعنی هاشا فاطمه که دزدی نمیکنه اما پیامبر این مثال رو میده که حتی اگر این خلاف قانون خلاف قوانین الهی اگر در خانه من پیامبر صورت بگیره اون قانون اجرا خواهد شد هیچ کسی بالای قانون الله نیست عدالت یعنی این که قانونی که خداوند متعال گذاشته شرع الله قانون الله همه در مقابل قانون یکسان هستند چه از خانواده پیامبر باشه چه از خیشای پیامبر باشه چه اسامه ای که اومده عزیز پیامبر هست و میاد این شفاعت رو میکنه پیامبر همچنین برخورد سختی باش داره که چطور به خودت اجازه میدی که بیایی در حدی از حدود الله در قانون از قوانین الله متعال بیایی و شفاعت بکنی که این قانون به صلاح نگه داشته باشه این برخورد شدید پیامبر رو میبینیم و چرا چون که ادالت یک ارزش ثابت هست در ارزش هایی که ما داریم ارزش ها نوسان میتونه داشته باشه صداقت یک ارزش هست اما میتونه نوسان داشته باشه یه جایی شما مجبور میشید که صداقت نگی برای حفظ خون یک انسانی سپاه اومده حمله کرده به یک خونه برای دستگیری یک بچه یا یکی از همسایه های شما همسایه اومده تو خونه شما پنهان شده آقا این خونه شماست شما اینجا برای حفظ خون این فرد میگی نه دروغ گفتی اما این دروغ اینجا جا داشت اینجا نمیگیم که شما ارزش و صداقت رو پایمال کردید. اما عدالت نه عدالت یک ارزش ثابت هست ظلم یک ضد ارزش ثابت هست عدالت فرض هست واجب هست در همه حالات بر همه افراد در هر جا و هر مکان و هر حالتی باشند شما موظف هستید که عدالت رو مراعات بکنید برای همه افراد جامعه فقیر غنی پولدار رئیس مرعوس مسلمون غیر مسلمان، زن مرد کوچیک بزرگ بیمار سالم قوی ضعیف هر کسی که هست شما موظف هستید که عدالت رو رعایت بکنید و ظلم حرام هست یک ضد ارزش ثابت هست که ظلم حرام هست همه افراد در همه مواقع در همه جاها در هر ظرفی و حالتی که باشه ظلم حرام هست شما نباید ظلم بکنید بر هیچ انسانی بر هیچ حیوانی بر طبیعت بر بزرگ کوچیک زیر دست بالا دست مر... مر رئیس مرعوس بر هیچ احد و ناسی حق ندارید ظلم بکنید حتی حق ندارید ظلم کنید روی حیوانات روی حشرات روی زمین روی درختها حق ندارید ظلم بکنید ظلم حرام هست مطلقا عدالت واجب هست مطلقا و تمام تعالیم الهی برای چه اومد ولقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم و الكتاب والميزان ليقوم الناس بِالْقِسْطِ ما پیامبرانمون رو فرستادیم براشون کتابها و دستور و فرستادیم معیارها و قامانین فرستادیم هدف یه چیز هست ليقوم الناس بالقسط تا بشریت عدالت رو رعایت بکنن عدالت چیزی هست که تمام پیامبران اومدن برای عدالت عدالت که برقرار شد جامعه استقرار پیدا میکنه عدالت در جامعه ای نشد اون جامعه تباه میشه و مقوله به صلاح معروفی که به حضرت عمر حضرت علی نسبت میدن که دولت ها با عدالت پایدار میمونه حتی اگر دولت کافر باشه کفر یک عقیده هست یک فکر هست یک اندیشه منحرف هست اما اگر افراد کافر بیاند عدالت رو مراعات بکنند اون دولتشون پایدار میبونه و استمرار پیدا میکنه اما اگر مسلمون هم باشن اهل تقوا و پرهیزگاری هم باشن و ظلم بکنند دولتشون سرنگون خواهد شد و هر دولتی که در اون ظلم باشه سرنگون میشه حتی اگر سران اون دولت انسانهای صالح و مؤمن و مسلمونی باشن و البته صالح که نخواهند بود چون که وقتی که ظلم باشه یعنی صلاحی نیست و هر جا که ظلم هست یعنی اسلامی نیست این الان شما میبینید که یک سیستمی به نام سیستم ولایت صفیح اومده توی ایران چقدر عمر کرده؟ عمرش چهل سال هست یعنی چی؟ یعنی همه افراد نسل پویای جامعه افراد پنجاه سال به بالا همه اینها رو میشناسن از ابتدای کاری که اومدن تا به امروز کارنامهشون دست همه ای این افراد جامعه هست یعنی در عمری که اینها کردن کمتر از عمر یک انسان هست کمتر از عمر یک نسل هنوز این نسل هایی که در رکاب اینها بودند و همراه اینها بودند و براشون شعار دادند کمکشون کردند اینها رو به مسند حکومت رسوندند زندن و اینها اینطور از هم پاشیدن مثل گرگ دارن همدیگر رو میخورن و میبینیم همه افرادی که تو عواب ما از پاریس با خمینی اومدن همشون سرزده شدن همشون کشته شدن مگر اونهایی که یک چند نفری که همکاسه اینها شدند و در دزدی و چپاول و قتل و غارت مردم سهیم بودند و میبینیم که خداوند متعال چطور اینها رو روسیاه کرد چطور آبرویشون در دنیا رفت چهل سال پیش چهل و اند سال پیش وقتی که اونا اینا اومدن تمام امت اسلام پشت سر اینها اومد به این امید که اینها یک برقی یک روزنه از امید رو باز کنند برای عدالت در کشورهای ما که کشورهای استعمار زده ای هستیم ثروت های ملی ما چپاول نشه ما بتونیم یک استقرار و امنیتی رو در جامعه خودمون داشته باشیم اما نه اینها اومدن یه گرگ های گرسنه در آدم کشی روی فرعون و نمیدونم چنگیز خان و هتلر رو سفید کردن تعداد افرادی که در زندان ها اینها تیک پاره کردن نه به عقل چنگیز میخورد نه به عقل هیتلر ملتی که اینها کشتن اگر چنگیز کشت اگر هیتلر کرد از ملت های دیگر کشت اینها خونی که از ملت خودشون ریختند به مراتب از خونی هست که در ملت های دیگر ریختن ملت های همسایه نگذاشتن خونه کاشانه خودشون دیگران رو ویران کردند. ببینید چه علمشنگه و چه ویرانی رو در عراق به وجود آوردند چه بدبختی و چه فلاکتی رو در سوریه الان دارن مدیریتی میکنن چه ف... چپاولگری و چه قلدوری رو در لبنان دارن چه قتل و غارت و بدبختی رو در یمن به صحنه ن... آوردند در یمن بچه های یمنی بیچاره رو که از سوی تغذیه دارن میمیرند رو ببینید ببینید چه بلاهایی رو که در جهان اینها آوردند چه آدمکشی و مثلا قتل عام قتل های زنجیری که در پاکستان و افغانستان اینها دارن مدیریت می‌کنند. در همین چند سال اخیر چقدر از علمای افغانستان رو و های افغانستان رو که اینها ترور کردن بیش از 1500 نفر از اندیشمندان افغانستان در طی سه, سال گذشته کشته شدن و همچنین در هر جایی که اینها پای نحس اینها رسید چرا؟ چون که یک گرگهایی اومدند لباس تقوا به پیش به تن کردن و دارند به نقش تقوا و پریزکاری رو بازی میکنن این فقدان شایسته سالاری فقدان وجود به اصطلاح مدیریت دست مدیریت های جامعه دستی کی افتاده دست گرگهایی هایی که از یک حوزه علمیه اومدن بیرون و فکر میکنن که کل جامعه و کل جهان یک حوزه علمیه هست و با اسای اونها باید و وفق شهوت ها و خواسته های اونها باید برخصیم پس برمیگردیم به شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ساختار افراد و پرورش استعدادها و افراد شایسته و تلاش برای رشد جامعه تا جامعه به سوی شایسته سالاری پیش بره شایسته پروری و شایسته خواهی و شایسته شناسی الله شما رو یار باد و یاور و امیدوارم که همیشه زندگی پیروز باشید و شاد کن.